سلام خدمت خانم ها و آقایان، من از دفتر مجله پیام جوان با شما صحبت میکنم و امروز میخوام در مورد مردی با شما صحبت کنم که دانش و آموزش و سواد رو برای اولین بار در میان عشایر ایران رواج داد و به او میگن پدر فرهنگ عشایر ایران. او کسی نیست به جز محمد بهمنبگی روانشاد. او در شیراز زندگی میکرد. به من افتخار دوستی و آشنایی با او داشتم. شیراز همیشه زیبا و دوست داشتنی است، مخصوصا در بهار و نوروز، یا به قول سعدی اول اردیبهشت ماه جلالی. امروز من مانند همه ایرانی ها شیراز را در فصل بهار و نوروز دوست دارم. با عبیرآمیز می آید شمالش، اگرچه در فصول دیگر نیز در شیراز بودم و از زیبایی های آن لذت بردم. نوروز امسال، سالی که من این مطلب رو نوشتم، 1384 سال بود که تقریبا 30 سال پیش میشه. نمیدانم چرا شلوغتر، پر جمعیتتر و پر مسافرتر بود. برای اینکه من در توقف یک هفتهی خود در شیراز نتوانستم آرامگاه حافظ و سعدی را زیارت کنم. از ساعات اولیه روز صف دوستداران آرامگاه حافظ و سعدی به کیلومتر می رسید و من هم با اینکه در خانه‌ای در جوار خواجه حافظ بودم نتوانستم به زیارت او نائل شوم. ولی چون سالهاست که به زیارت او رفتم و با او الفتی روحانی دارم، از اینکه نتوانستم آرامگاهش را ببینم ناراحت نیستم. به قول شاعر، قدح چون دور من افتد به مشتاقان مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی. در روزگاران دورتر، مثلا 40 سال پیش، با دوستانم مانند روانشاد، خسرو شاهانی، مشفق کاشانی به دیگران قرار می گذاشتیم و از شرکت اتوبوسرانی تی بی تی که آن روزها بهترین بود بلیط تهیه می کردیم و با اهل بیت با اتوبوس لنگون لنگون از تهران به طرف شیراز حرکت می کردیم. البته اتوبوس لنگان لنگان حرکت میکرد، نه ما. اما امروز به قول رفیقم شاهانی که همیشه میخوند شمس الحق تبریزی، کو اون جون و اون پیزی، کجات تو برخیزی با یار در آمیزی. امروز مجبورم با هواپیما به شیراز بروم، چون در مرز 75 سالگی قدرت تحمل 14-15 ساعت نشستن روی صندلی اتوبوس را ندارم. به چون با هواپیما به شیراز رفتم، از حال مسافران اتومبیل و اتوبوس بیخبر ماندم. فقط هنگامی که برای دیدن اطراف شیراز از شهر خارج شدیم، در بازگشت به شیراز در دروازه قرآن، وقتی جلوی ایستگاه پلیس توقف کردیم، دختری با گفتن تبریک عید گلدانی گل را به ما هدیه کرد. وقتی از او علت این کار را سوال کردیم، گفت ما از طرف شهرداری شیراز به همه مسافران ضمن خوش آمدگویی گلدانی گل نیز هدیه می کنیم. درست است که حافظ با کلام جادویی و غزلهای پر راز و رمزش زبان همه شاعران بعد از خود را بست، اما شیراز همیشه چهره‌های درخشانی در طول تاریخ در شعر و ادب داشته است و دارد. در روزگار ما شاعرانی مانند فریدون تبللی، دکتر مهدی حمیدی شیرازی، فخرالدین مزارعی، دکتر لطفعلی صورتگر، هاشم جاوید، دکتر نورانی وصال، پرویز خائفی و بسیار دار چهره‌های موندنی در تاریخ شعر فارسی داره.
خوشبختانه در انجمنهای ادبی شیراز روح مهر و محبت و دوستی و تفاهم بیشتر از رقابت و چشم همچشمی حاکم است. در این انجمنها شاعری قصیده‌ای در قالب کارهای خاقانی می‌خواند و شاعری غزلی پیچیده‌تر از بیدل دهلوی در شیوه هندی عرضه می‌دارد. به شاعری شعر سپیدوی وزن و قافیه می‌خواند و هرگز کسی به او تعرضی نمی‌کند. چهره جالب یکی از این انجمنها حضور شاعر رباعی سرا بود. این شاعر جوان که ایرج نام دارد، ایرج زبردست نام دارد، چند رباعی خوند که با همه دید و بافت تازه بود. مجموعه از رباعی خود را نیز به عنوان باران که بیاید همه عاشق هستند به چاپ رسونده بود که نسخه ای از آن را نیز به بنده لطف کرد. در زندگی نامه شاعر که در ابتدای مجموعه رباعی آمده اشاره شده است که او دو مجموعه دیگر با عنوانهای خنده های خیس به یک سبد آینه منتشر کرده است. درباره پدر فرهنگ عشایری ایران صحبت می کردیم، روانشاد محمد بهمنبگی، مردی که با مشعل دانش به بیداری عشایر شتافت. قبلا مطالبی نوشتم بعد این که چگونه بر اثر یک تصادف از توطئه اعدام به دست خانهای قشقایی نجات یافت، گزارشی در جلد دوم یادمانده ها دادم. اما اینکه امروز میخواهم درباره این مرد بنویسم، دیدار امسال من با او در نوروز 1384 است که با حضور شاگردان به تربیت شدگان او که همه دکتر و مهندس و استاد دانشگاه هستند می باشد. افتخار آشنایی با بهمنبگی را همونطور که قبلا عرض کردم مدیون آقای کوچک کریمی هستم. در طی سالهای پس از 40، چه در نوروز چه در تابستان که از تهران به شیراز می آمدیم، همیشه او بود که مرا به دولت سرای بهمنبگی می برد و امسال نیز به همین گونه بود. بهمنبگی نزدیک به 40 سال فعالیت آموزشی کمتر فرصت داشت تا از ذوق سرشارش در داستان نویسی بهره برداری کند. می دانیم که او دوست صادق هدایت، بزرگ علوی، احسان طبری، دکتر کیانوری و بسیاری از مردان و رجال سیاست و ادبیات بود. اما او به جای تلاش در راه سیاست، راه فرهنگی را برگزید. به میدانست تا آگاهی به دانش به توده عوام نرسد، همیشه آلت دست خان و مالک خواهند بود. به دیدیم که نظر به راه او درست‌تر بود. او چندین مجموعه داستان به گزارشگونه های فرهنگی عشایری نوشته که هر کدام قابل توجه و بررسی است. اما داستان های او حال و هوای دیگری دارد. خواننده با قهرمانان داستان های او زندگی می کند، می جنگد، پیروز می شود، شکست می خورد، با آنها گریه می کند، با آنها شادی می کند. اولین مجموعه داستان بهمنبگی بخارای من، ایل من نام داشت. به دومین آن اگر غرقاج نبود، سومین آن به اجاقت قسم بود. به غیر از این سه مجموعه به کتابهای دیگری که از او به چاپ رسیده آثار منتشر نشده ای نیز دارد که باید در انتظار چاپ آن بود. داستانهای بهمنبگی را اگر از دهان او بشنوید همان هاست که بدون هیچ کم و کاستی در کتابهایش میخوانید و از آن لذت میبرید. مدت ها بود پی بهانه ای میگشتم تا یکی از داستانهای بهمنبگی را که از زبان خودش شنیده بودم در این یادداشت ها نقل کنم.
اما آقای دکتر صدرالدین الهی دیدار خود را با بهمنبگی به داستان مادر تحت عنوان مرد تنهای قلندر، میخواهم داستان کوتاه مادر را همراه با پیام لرزاننده او برایتون نقل کنم. اما هیچگاه زندگی نامه بهمنبگی را هم از زبان خودش نخونده اید. این مطلب را آقای جلال محمد، یکی از آموزگاران ایل، در مصاحبه‌ای که اردیبهشت ماه امسال با او داشته و در روزنامه ایران 17 تیر 1384 درج شده است اومده که اینک به ذکر آن می‌پردازیم. بچه‌ای که در چادر به دنیا آمد. بهمنبگی درباره خودش می‌گوید: من یک بچه ایلی بودم، در چادر به دنیا آمدم. این بچه آدم متنفذی بوده، به نظر من آدم مهمی نبوده. 8 ساله شده، پدرش علاقه من بوده که او باسواد شود. پدر یک منشی استخدام می کند و به خانه می آورد که هم به من درس بدهد و هم برای او نامه بنویسد. 2 سال پیش او درس خوندم شب و روز. همزمان با تدریس این مرد انقلابی در قشقایی رخ داد. خواست آنها این بود که سهولت الدوله به ایل برگردد. جنگ هایی در گرفت و غالبا هم دولتی ها مغلوب شدند. پس از مدتی حکومت یکی از پسران سهولت الدوله را می فرستد به ایل، بلکه مردم قانع شوند. مردم میگویند خودش را هم میخواهیم. سهولت الدوله این بار وکیل مردم میشود، به پا به مجلس میگذارد. سهولت الدوله بعدها اشتباهاتی هم در به دست آوردن دلها میکند. عوض این که متین باشد، بعضی را تنبیه میکند و موجب اختلاف میشود و دولت هم از این تفرقه استفاده میکند. سران ایل را به تهران تبعید می کند. 2 تا از آنها هم از عموهای من بودند، یعنی از عموهای روانشاد بهمنبگی. از خانواده من 4 نفر را تبعید کردند. پس اجباراً بنده که مبتکر تعلیمات عشایر هستم به تهران می آیم. آنجا امتحانم می کنند. در مدرسه ابتدایی به کلاس 5 می روم. بنده شاگرد اول بودم چون هوشم خوب بود. بعد هم در دانشکده حقوق رشته حقوق خوندم. بعدش هم وارد امور سیاسی شدم. مرتب در انتظار بودم. حالا که یک شاگرد خوب دانشکده حقوق هستم و زبان را بهتر از بقیه بچه ها یاد گرفتم، به طوری که فرانسه برایم آسان است، به بعد آدمی بودم که در همون زمان کتاب نوشتم و مقدمه کتاب دکتر مهدی حمیدی را نوشتم. میخواهم جایی به من کار حسابی بدهند. اما مادرم دختر سردارالمحتشم نیست، داییم که سهولت الممالک نیست، پارتیم ندارم، بنابراین به من کار کوچکی میدهند. محروم از همه چیز، سرخورده به ایل بر میگردم. چند سالی دلالی می کنم. چنان از دولت و تشکیلات دولتی غر کردم که حدود 5 سال به شیراز هم قدم نگذاشتم. مالدار شدم به طوری که توانستم به خارج بروم. در آن زمان دکتر شایگان وزیر آموزش و پرورش شده بود. برای شناخت با او تماس گرفتم. بهمنبگی نزد دکتر شایگان می رود و از او تقاضای 50 معلم می کند. گفتم من هیچ چیز نمی خواهم. حتی مخارج عیاب و ذهاب و زندگی آن 50 نفر را هم خودم تأمین می کنم. هیچ توقعی هم ندارم. من را می شناخت، نه از نظر ثبات، چون کاپیتان تیم فوتبال بودم مرا می شناخت. آدم شریفی بود، قبول کرد و من را فرستاد که با شیرازی ها صحبت کنم. با مدیر کل شیراز صحبت کردم. او یکی از افراد معمولی مملکت بود.
گوش شنوا نداشت. ناامید شدم. البته در این میان بنده سفری هم به خارج رفتم، بلکه بر نگردم. اما دیدم آنجا هم به درد من نمیخورد. دردم از این مملکت زیاد است. توده‌ایم نمیخواستم بشوم، یا میترسیدم یا اعتقاد نداشتم. گمان میکنم بیشتر میترسیدم که بگیرند و بکشند. یاد قرقاچ افتادم. قرقاچ روزنامه‌ای در قشلاق ایل قشقایی در فارس است. دیدم علم به دردم نمیخورد. نوشتم با یک بلیت که اگر گیرم بیاید یا شاید زودتر از بلیت میایم. ضمناً به قرقاچ هم قول دادم که کنارت نهالهایی می نشانم. بیگدار هم به آب نمیزنم، چون قبلا بیگدار به آب زده بودم. گفتم این دفعه احتیاط میکنم. دوباره رفتم سر وقت تعلیمات شیراز و به افرادی برخوردم که طرفدار من بودند. یکی از آنها دکتر کریم فاطمی بود که مدیر کل آموزش و پرورش فارس شده بود، از آن دست آدم هایی که پیدا کردنشان مصداق این شعر است. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زندر برون آید سری. او را به مدارس ایلی دعوت کردم. با همان نخستین سفر و پس دیدار چند مکتب سیار، اونچنان شیفته و مجذوب کار شد که خودم را با همه سوابق و علایق پشت سر گذاشت. ما با این ترتیب کارمان را در تعلیمات عشایری شروع کردیم. او و من با هم به دنبال این فکر بودیم که عده‌ای از این ابتدایی خونده های پشت کاردار را با سواد کنیم و بعد هم با حداقل حقوق استخدام کنیم. ما دیپلم میخواییم چه کار؟ دیپلم صفر است. غالبا دیپلم یعنی چک بیمحل. چک بیمحل جرم است. دیپلم بیمحل هم جرم است. کسی که این دیپلم را صادر کرده جاهل است. البته آوردن تمام خاطرات بهمنبگی کار سخت و دشواری است. فقط این مجال را میتواند مقالی برای یادآوری او را عرضه کند. او که از کرانه های عرس تا کناره های خلیج، از شنزار های بلوچستان تا کوهستان های کردستان، پرچم علم و دانش را در محرومترین نقاط برافراش و فرزندان ایل را که امروز میبایستی در بیغوله ها به کمینگاه ها با قانون مبارزه کنند، به کمک بازیگران خود به چهره های شاخص این کشور تبدیل نمود. به کارگردان فیلمی شد و فیلمی ساخت که 30 سال قبل برنده جایزه سواد آموزی یونسکو شد. باید نوشت بهمنبگی عاشق است، عاشق فرزندان موفق عشایر در صحنه های علم و دانش، نه در قید سمند های اهدایی به چهره های مندگار. این یک تکه رو باز آقای بهمنبگی خودشون نوشتن. من سرپرست مدارس عشایری بودم. در کارم اقتدار و اختیار بسیار داشتم. اقتدارم ناشی از خصلت و استعدادی خاص نبود. هر کس دوام بیاورد و بر سر یک شغل نزدیک به 30 سال بماند به اختیاراتی میرسد. دوری از مراکز اداری نعمتی خداداد بود. شغلم کوچک و سخت بود. مشتری و خواهنده نداشت. مدعی و رقیب نداشتم. از دردسرهای مقررات دور بودم. از مزاحمت‌های جاه طلبان در امان بودم. از دامن دشت‌ها تا قله کوه‌ها همه جا را با ماشین و اسب به گاه پیاده می پیمودم. بچه ها را می آزمودم. آموزگاران را راهنمایی می کردم. گوین که گروه انبوهی از آنان نیاز چندانی به راهنمایی من نداشتند. یار و یاورم بودند. من از آنان درس محبت و فداکاری می آموختم. در تل و تپه های جنوبی
طایفه دشمن زیار بودم. ماه دوم سال قوقایی به پا کرده بود، به باز اردیبهشتی رنگین بهشتی نازنین آورده بود. گلهای زمین ستاره های آسمان را از یاد برده بودند و من سرمست هوای بهار از پیچ و خم راهی دشوار می گذشتم. راه نبود، پرتگاه بود، اونقدر تنگ و باریک بود که برای چرخهای ماشینم جای کافی نداشت. گشت و گذارم بی خطر نبود، ولی من از خطر نمی هراسیدم. داشتم با حوصله و احتیاط وجب به وجب دستندازها و چوله ها رو پشت سر می نهادم که پیرزنی سراسیمه سر راهم را گرفت. لباسش مندرس و سر صورتش جولیده و چروکیده بود. چارقد سیاهش گیسوان سفیدش را به زحمت می پوشاند. وسط جاده ایستاده بود و تکان نمی خورد. دستش را به آسمان برده بود و فریاد می کشید. جز اطاعت به درنگ چاره ای نداشتم. از حال و کارش جویا شدم. اشک ریخت و گفت خبر آمدنت را داشتم. می دانستم که از اینجا می گذری. از کله سحر چشم براهت هستم. گفتم دردت چیست؟ گفت پسرم معلم شده است. من بیوه‌ام. سال هاست که بیوه‌ام. می بینی که پیر و زمینگیرم. من جان کندم تا این پسر بزرگ شده و به معلمی رسیده. مادر بودم، پدر هم شدم، داس و تبر هم به دست گرفتم، گندم بریدم، هیزم شکستم، ولی کمرم خم نشد. عرق ریختم، خون دل خوردم، نذر کردم، به امامزاده ها رفتم تا پسرم درس خوند و نوکر دولت شد. او حالا نوکر دولت است، حقوق می گیرد. هر چند ماه یک بار به شهر می رود و حقوق می گیرد. برای عروسش لباس های نو می خرد. به مهمانی می رود، مهمان می آورد، رادیو دارد، سیگار می کشد، ولی به من یک شایی نمی دهد. به او گفتم که جز پیراهن و به او می گویم که جز پیراهن به جامعی که تنم را بپوشاند به نان خشکی که شکمم را سیر کند چیزی نمی خواهم، ولی همین را هم از من دریغ می کند. تو رئیسش هستی. راحت را گرفتم تا به پسرم بگویی که رفتارش را با من عوض کند. اشکهای مادر نه اونچنان آتشین و روان بود که بتوانم طاقت بیاورم. مژه هایم ترش شدند. نام معلم به جای کارش را پرسیدم. خبر ورودم را همه شنیده بودند. همه دانش آموزان و آموزگاران منطقه منتظرم بودند. آموزگار را می شناختم. از چهره های مشخص آموزش عشایری بود. دبستانش را بارها دیده بودم. یک تنه چندین کلاس را درس می داد. الفبا را به سرعت با دقت می آموخت. خط و ربط کلاس های بالایش خیلی خوب بود. در تدریس ریاضی به علوم موفق بود. شاگردانش معانی عبارات را خوب می دانستند. از چنان معلمی چنین رفتاری بعید بود. با آن که ناله های مادر گواه صادق گناه فرزند بود به خیال تحقیق افتادم. به خوشبختانه پیش از رسیدن به دبستان با عده‌ای از اهالی طایفه روبرو شدم. به پرسجو پرداختم. معلوم شد که حق با پیر زن است. پس از مدتی کوتاه به مدرسه رسیدم. معلم کت خدا و تنی چند از ریش نفیدان به پیشوازم آمدند. بچه ها حل حله کردند. استقبالشون پرشور بود. پاسخی در خور محبت به محبت های آنان دادم و کارم را آغاز کردم. از کودکان پرسیدم آیا می توانند شعری درباره مادر بخوانند؟ بسیاری از آنان دست بلند کردند. خدا پدر ایرج میرزا را بیامرزد که کار ما را دست کم درباره مادرها آسان کرده بود. یکی از دانش آموزان را که روشن به زبده به نظر می رسید انتخاب کردم
به گفتم شعری درباره مادر بخون. خوند: با مادر خیش مهربان باش، آماده خدمتش به جان باش. از کودک پرسیدم که آیا میتواند آنچه را که خواند بنویسد. قطعه گچی به دست گرفت و با خطی خوش تخته سیاه را آراست. آنگاه از او خواستم که توی چشم آموزگار خیره شود، به شعرش را با صدای بلند بخواند. سپس از همه بچه ها تقاضا کردم که به آموزگار خود بنگرند و با هم به با صدای بلند خطاب به آموزگار شعر مادر را بخوانند. همه نگریستند و همه با صدای بلند در چشم معلم گفتند: با مادر خیش مهربان باش، آماده خدمتش به جان باش. رنگ بر چهره معلم نمانده بود، در استراب و اندوهی عمیق فرو رفته بود. همین که سرود دست جمعی مادر پایان یافت، گفتم: هدف ما از این همه دوندگی جز این نبوده است و جز این نیست که انسانهایی مهربان بپروریم. انسانی که نتواند حتی با مادر خیش مهربان باشد به درد معلمی نمیخورد. با چنین خلق و خویی پیشرفت‌های درسی شاگردانت به دیناری نمیارزد. از این پس این مدرسه معلم ندارد. به معلم دستور دادم که برای حساب و کتاب پایان کار و یا انتقالش به نقطه دیگر به زیر نظر راهنمای دلسوزتر و بهتر به اداره مرکزی برود. به بچه هم وعده دادم که به زودی معلمی مهربان، معلمی که با مادر خود مهربان باشد، به سراغشون خواهد آمد. مدرسه را ترک گفتم. اصرار و الهاه کد خدا بچه ها به معلم سودی نداشت. هفته بیش نگذشت که من از سفر خود بازگشتم. پیش از من کت خدا دو تن از ریش‌سفیدان طایفه، راهنمای تعلیماتی منطقه، معلم و مادر معلم به شیراز آمده بودند. همه با هم به دیدارم آمدند. مادر بیش از دیگران پای می فشرد. دو چشمش دو چشمه آب بود. او در میان سیل اشک می گفت: فرزندم را ببخش. فرزندم جوان و بیگناه است. گناه از من پیر است که تاب نیاوردم و شکایت کردم. او مهربان است. کت خدا راهنما به خود من التزام می سپاریم که او مهربان باشد. مگر می توانستم از فرمان مادر اون هم چنین مادری سرپیچی کنم؟ این خلاصه ای از داستان مادر بود که آقای بهمن‌بگی نقل کرد از معلمی عشایری. با شما خداحافظی میکنم تا جلسه بعد. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.